دوستای خوبم سلام، به آخرین قسمت برنامه آینه ممنون خوش اومدین. همونطوری که میبینید روال برنامه عوض شده، مثل هفته گذشته نیست چون که آخرین قسمته. و البته کسایی که صفحه اینستاگرام ما رو دنبال میکنن میدونن که چرا روال برنامه فرق کرده. برای شما که هنوز نمیدونی یک سورپرایز واسهتون داریم. قبل از اینکه به سورپرایز برنامه برسیم، خواستم که دو تا سلسله برنامه رو توی این هفته برنامه داشته باشیم و بپرسم چطور بود در کل. به نظر من که خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. و از مدلایی که توی این دوره آینه ممنون درست کم راضی بودی؟ بعضیاشون آره، بعضیشون خب خیلی سخت بودن. تو نظر چیه؟ نظر من در کل خوش گذشت، اما خب خیلی سخت بود. سخت بود. خیلی سخت بود. نتیجه کار چطور بود؟ برای بعضی از بچه‌ها خیلی خوب بود، ولی خب طبق اون چیزایی که بچه‌ها دیدن برای یه سری از بچه‌های ذره جنجالی بود، ولی روی هم رفتن تجربه خوبی بودن. بیننده‌ها میتونن خب مثل همیشه نظرات خودشون توی صفحه اینستاگرام ما بنویسن. تا حالا هم خب خیلی نظرات دادن، انتقادات، پیشنهاداتی کردن که سعی کردیم توی برنامه همیشه در نظر بگیریم. و یه چیز دیگه هم که میتونیم برای ما بنویسیم، بگیم که توی این دوره فکر میکنیم کدوم یکی از شرکت کننده ها از همه سالش بهتر بوده، کی تغییر خوبی کرده و کی تغییر بدی کرده. کسی بودش که تو خودت از همه بیشتر خوشت اومده باشه؟ آره. حتی تصمیم دارم بهشون پیشنهاد بدم بیان برای مدل عروس هم حتی اگه خوشون دوست داشته باشن. اوکی. میخوای بگی کی؟ نه. خب با هم دیگه قسمتی از پشت صحنه این دوره برنامه آینه ممنون رو میبینیم. برمیگردیم با ادامه برنامه با شما هستیم. داریم تیزر برنامه رو میگیریم. الان فکر کنم بار 15 من با ماشین اومدم اینجا وایستادم، دوباره میگه یه دور از اول. ولی نمیدونم چرا وای نمیسن، هی صحبت میکنم با عاشقین اصلا انگار نه انگار. نه دیگه داریم سعیمونو. چیا هستش اینجا بذار ببینم؟ پنیره، پنیر هست، کالباس هست، نوشیدنی که میبینید انواع اقسام نوشیدنی هست. دست بچه ها درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن. امیدوارم که دیگه همه از این برنامه راضی باشن دیگه. ما هرچی از توانمون بود برمیومد انجام دادیم. نه جدی، اینو بهش میگن دی جی آی فانتوم 3، فانتوم 3 که باهاش صحنه‌های از بالا رو میگیریم. سلام. اوه فارسی هم بلدن دیگه. Wie geht's dir? Alles gut? Gut geht's mir. Und was machst du jetzt gerade? Ja, ich bereite mich vor hier für unsere Aufnahme. Ich habe meine Ronin dabei und wir werden ein paar bewegte Bilder machen. از اسکیجول تقریبا 3 ساعت عقبی. آره. و یه مقدار سخته واقعا، این عقب بودن یه مقدار سخته. داریم سعی میکنیم که جبرانش بکنیم، چون تا ساعت 6 بعد از ظهر بیشتر اینجا نیستیم، بعد از اون کارهای مهمتری داریم. نفر بعد این شما و این سوگل بفرما. وارد سالن میشه و خیلی دقت کنیم که هر کی سهم خودش رو بتونه به دست بیاره و سیر از جمع بره بیرون و تشنه نباشه. چرا انقدر عصبانی؟ من عصبانی نیستم، سردمه. نه ولی خب عصبانی هم هستی. نه الان خیلی وقت داریم این صحنه لیموزین رو میخوایم بگیریم که یک یکی پیاده بشن. یه جوری نمیشه، 4 مثل این که خیلی سخته بخوام پای سر هم پیاده بشن. الان امیدوارم این دفعه بشه. فکر کنم الان شات 10 باشه. دقیقاً داریم میگیریم، یعنی دقیقاً 1 بعد. امیدوارم اینجوری پیش نره. شما برین تو تا سرما نخوردین، شاید ما بالاخره بتونیم یه دونه شات رو بگیریم. من که سردمه، ما که رفتیم تو دیگه. ببین چندمی شات رو میتونی بیا بگیری. اوکی باشه، تا بعد پس. پلیس هم اومد. سلام. سلام. خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ من خوبم.
خیلی واقعا پیشرفت کرده. ببینید الان چند ساعته اینجاست. اول سلامو برات بده، بعد خوبی رو برات بده. من خوبم برات شد. بس کانسو نو خفی از این. استرل مزبته. وی ار گونا عزیز. اوکی. اوکی. اینجا پشت صحنه برنامه دنس. نه نه، هنوز ما پشت صحنه آین ممنوع رو داریم. بچه‌ها ببینید دارن چی میکنن. و اما شرکت کننده این هفته، سلام، محمد هستم، مجری برنامه از یه زمین تا آنتن. دیگه قسمت این شد که آخرین قسمت آینه ممنوع خدمت شما باشم و به عنوان مدل آینه ممنوع. آخه تقصیر شما زیرزمینی هست دیگه، میگه موهاتو زرد کن، قهوه‌ای کن، مشکی کن، صورتی کن، دیگه اینجوری آینه ممنوع میاد آدمو گیر میندازه و دیگه چی بگم دیگه، خیلی استرس گرفتم، نمیدونم چرا من امروز همیشه ریلکسم، ولی خب حالا میفهمم اینا چیزی. البته موهامو چیز نکنین کتی خانوما، این من زرد و بادنجون اینا دوست ندارم اصلا. وای خدا چه وضعیتیه اصلا، یه وضعی. آی کارگر شما افتخار نمیدین با هم دیگه همون دیگه مرجوعه این میشه برنامه آخر بزنیم. نه آخر بزنیم. چه خبره بیاریم کی گرفته؟ بریم افتخار بدیم. شما این بریم. میخواییم موهای من رو بکشیم؟ سلام عرض میکنم خدمت بینندگان. سلام کنجا. سلام عرض میکنم. سلام بینندگان عزیز. حتی بلندم درد سر را پشت من جا نمیشه. سلفی یه مقداری سریع تر باشه رو سلفی. میشه چیز کنیم؟ میشه بکشیم؟ ما الان یه اسیستنت داریم پشت صحنه دارن تصویر میگم. مرسی از شما آیدا جان. آیدا بودیم؟ نگیر بی هوا نگیر. خیلی خب باشه. خب نه ماها رو بر کن یه دونم بدون مون اینجوری. آقا بیان بیان. میخوام من برم بیرون. نه نه مجری برنامه. آخره با هم مهربون باشی. بچه یه خورده بعد جنس باشی. تو تفلکی باش مامان. اوکی. مرسی. پرفکت. این سلفی میره در صفحه اینستاگرام برنامه آینه ممنوع. شما محمد جان کافی. خب شما نظراتتون رو برام بنویسید. موبایلتون رو بدین شما. دیگه تموم شد محمد. تموم شد. یه شیر سلفی. شرکت کننده یک سلفی همیشه میگرفتن. برنامه رو ادامه میدیم با قسمت کاسمتیک و توی این فاصله ما آینه ها رو میپوشونیم. خدا بگیر. We'll be right back.
عزیزم یه مقدار با محمد مهربون تر باش. محمد امروز گفت برای اولین باره که جلوی دوربین استرس داره. البته یه سری هم درخواست داشت، گفت موهامو هایلایت کنید، بی‌رنگی کنید، زیاد کوتاه نکنید. اما حتی برای شما دوست عزیز آینه ممنون. خب اصلا این برنامه ما نمیگیم میخوایم چی کار بکنیم، چه تصمیمی گرفتیم. یه سری تصمیمات گرفتیم، الان میخوایم اجرا بکنیم. چه جا؟ بفهم جارو جزده است، ممکنی انگیزه چی بوده این که اینا رو میبرداشتیم؟ تکن نخواه بای دارم باهاش رو برمی کنم گردنم داره میشکنه، نمیدونم اصلا بشکنه نشکنه، نه اصلا کار خودم میکنم، خودتو سبک نکن چون هیچ تغییری. من یه پاستیل بهت ندادم جلو دور میخوره آشاره. 13 جلسه تحملت کردم. این الان حق بریم نمیدونی چه لذتی داره. این گفتی زودتر میبرم میشستم. یا خوشم میاد از این زودتر بکشیم. از اونا هستی که میای اکانت فیک میسازی به من فوش میدی؟ الان یه کیشو شناسایی کرد تابلو شو؟ این تابلو بود. کوتاهی ماه محمد، حالت خوبه هنوز؟ آره اوکی. دوست دارم سریعتر یه آینه بره که میدید چه رنگی شده؟ نه آخه خیلی دارم دوست دارم بدونم. خیلی خوش رنگ شده. خب شیدم موهای محمد رو چجوری قرار کوتاه کنی؟ یه حق انتخاب بهش بدیم اول. بدیم؟ بنویسه تا یکی انتخاب. سلام علیکم. این اینو کار میکنه دیگه. من بذارم یا پیام؟ یعنی چی؟ یعنی چی سلام؟ امروز آیم سلام پیام. سلام کتی، مرسی. سلام به شما دوسته گل. سلام به تو شیدا. امروز میدونم که من اومدم موهای محمد عزیز رو اوم استایل کنم. چی؟ تو کجا کنی؟ آقا من نمیشه انصراف بدم. پیام به من گفتش که تو برنامه زیر زمین که آنتن محمد خیلی اذیتش میکنه. آره والا به خودم اونجا فکر کرده بود خبری ما رو گیر آورده و ما رو اذیت میکنه. ببین سیب همینجوری که میچرخه تا میاد پایین هزار تا شل میخوره دیگه. این آقای کارگردان کجاست؟ من میخوام آقای کارگردان نیستش. فرستادمش. من در برنامه آینه ممنون همه میدونن حق انتخاب لباس نداری، حق انتخاب استایلتو نداری، استایلیستات هم نمیتونی خودت انتخاب کنی. خب مگه پیام بلده؟ نه یاد میگیرن دیگه. یا خدا. خب شاید چیکار باید بکنیم؟ بیا عزیزم من خیلی میزنم. من و شاید شما دو تا تنها بذاری؟ میتونیم بیشتر دوست داریم. آره خیلی خوبه. شیدا توضیح بده که چجوری باید شروع کنم. شیدا برای اولین بار دوست دارم باشی نری. شیدا بمون. ما برم. خب بچه ها ما پیام محمد رو هم تنها میذاریم. بعد از اینکه ماه محمد استایل شد برمیگردیم. خب جدا چیکار میخواد بکنه؟ جدا پیام محمد. من مسئله مورد نظر رو بهش دادم. همه چی برام آورده، انتخاب کرده. یه قشنگ قبلا دادیمش. نصفشو من میزنم، هر جاشم که نتونستم بقیهش رو شیدا یه مقدار ردیف میکنم. اوکی من تو زیر زمین حالا تو میگیرم هر کاری دلم میخواد بکن. فعلا مرسی مرسی کتی. یا آهنگ هندی بخون بودم. هندی فوری فوری آیا سیار حالتی اشتباهه بهم که دل بدی لعنتی. خوب دیگه خوب میخونی هندی ها. اون بلدی اون بلدی یادم دادی که فدات شم میگی منو قبلا ماما خیلی حرف Thank you.
میتونم؟ میتونی. دو یک. اوه چقدر عوض شدم. چقدر عوض شدی؟ خیلی. چرا تا الان اینجوری نبودم؟ ما هم چه از خوشحالی گریه نمی کنیم؟ ببین باید یه مقداری عکس عملت هیجانش بیشتر باشه. بیننده به ما میگه اینا قبلا خودشونو تو آینه دیدن خیلی مصنوعیه، ولی ندیدی واقعا خودتو که. به خدا ندیدم، ولی واقعا از شوکم. من کلا آدم احساسی هستم، ولی خب دیگه ولی احساس تو بروز نکردی. خب دوستان، برنامه آینه ممنون نه تنها این قسمتش، بلکه این سری برنامه آینه ممنون همینجا به پایان میرسه. خیلی ناراحتم که میخوام باهاتون خدافظی کنم، ولی از همینجا قول میدیم بهتون با سری سوم برنامه آینه ممنون خیلی خیلی زود برمیگردیم به خونه هاتون.